از هر دری سخنی خبر هنر فرهنگ کتاب شعر موسیقی تنز سیاست در برنامه از هر دری سخنی تهیه و اجرا هلند از هر دری سخنی نزیز درود فراوان بر شما و به استودیو بسیار 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 خوش آمدید سپاسگزارم من هم درودی دارم خدمت شما و همه خدمت همه خانم ها و آقایان محترم امیدوار که هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید با این روزهای بارانی زیبا چیکار می‌کنید اتفاقا من خواستم بگم آقای آزادی بیا روز عوض, <applause> عوض کنیم چون هر هفته سه شنبه, دو شنبه هوا خوبه چهارشنبه هم خوبه دید. سه شنبه انگاری که از بارون خیلی بدم میاد ولی گفتم بیا امروز عوض ولی میترسم امروز هم عوض کنیم دوباره روزی که من قرار بیام بارونی بشه آره ولی <تصفح> دیدی جمعه خوبه آره نه شوخی میکنم ولی این, این بارونه همیشه برنامه میده در کار میده دست ما ولی با قول خیلی ها که میگن بارونه و نعمت و البته خب اینا یه سری طرز فکرهای ما ایرانی هست در اینم هیچ اشکالی هم نداره ولی به نظر من بارون خیلی بده برای همین من اصلا دوست ندارم وقتی میام از خونه بیرون بارون باشه ولی آب از کجا پیدا کنیم همون شبا بارون بیاد روز آفتابی باشه چقدر, خوردیم سر این بارون ما که کنیم. آب است که بخار می شود آب مقطر می, می شود به آسمان می رود برمیگرده بابا ولمون کن آره. من اون موقع همیشه فکرم تو حتی تو بچگی هم تو فکر خازن و ترانزیستور و از این, این, آره. این چیزا بودم آره. هی معلم میگه حالا چی شده اسمش ما چی میدونم بارون دیگه آقا من سه ولی نه واقعا من دوست همیشه اینی که میگم تا مادرم میخندید میگه آخه مگه میشیم گفتم شب بارون بیاد روز آفتابی باشه راست میگه آره ولی... کالیفرنیا آره ولی حیف 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 که نمیشه ولی به هر جهت دار... ما آقای آزادی طوفان بیاد ما اینجا مگه من سلامتیم جوری باش که مانع بشه وگرنه هر چی باشه من خارج اینجا خارج. هستم حالا هفته دیگه هم که یک سال از, از اومدن شما و با... یک سال از برنامه های شما میگذره بح این بح بح کودک بح از هر دری سخنی <تصفح> یک ساله میشه بله <تصفح> بسیار نیکو خوشحالیم <تصفح> که یک سال شما رو در کنار خودمون داشتیم امیدوارم هستم که سال سال دیگه هم افتخار همکاری با شما داشتیم زنده داشت. باشی داشت. حتما مطمئن باشید حتما من اینجا احساس به قول سوئدی ها این که خونه خودم میدونم و ده. واقعا این احساسو دارم بسیار خوشحالم که این جو اینجا وجود داره که بتونیم که شما ایزانو به عنوان کادری بسیار قول... قوی شما بچهای هم سفر در کنار هم دیگه داشته قول همش هم تکوار شماست این مدیریت خوب اینجاست آقای آزادی آره به هر جهت آقای آزادی یک خبری شنیدم دیشب خیلی متاثر شدم نمیدونم می این خبر نگو بلا بگو <تصفح> آره ولی امروز میخوام این خبر رو با یه نمیدونم شنیدین من یه کمی دیر برنامه شما رو گوش کردم چون تو راه بودم شاید شما این گفته باشین که سه تا پسر ایرانی یه پسر ایرانی سه تا دیگر رو کشته توی نیویورک اینو دیشب من این ایرانی بوده بله. یک آقایی به نام علی اکبر محمدی رفیعی اینا در ایران جز گروه یلو داکس بودن دقیقا. که به صلاح همون گروه سگان زرد اینا گروه موزیک گروه ده. موزیک زیرزمینیه که خیلی هم گروه خوبی بوده توی یکی مثل یکی از فیلم های خیلی معروف که توی ایران هم حالا اسم حضور ذهن ندارم ولی موزیک گذار روی رو این به صلاح فیلم هم این گروه بودن اینا در ایران با هم کار کردن هفت سال پیش میان به نیویورک این آقا که به نام علی اکبر محمدی رفیعی از این گروه در میاد و میره با یه گروهی به نام فریکس اه... که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم چون این رو رادیو شنیدم برای همین مطلب رو نوشته ندارم که بدونم چی هست شاید منظورش که فریکس یعنی همون خل گروه خل نه این در مترو که مثلا این خبر اومده نوشته مرداد مرداد باند مدلمار نا افتر ات هن فوت یعنی وقتی آره بیرونش کرد دقیقاً رفته ایشون پوشته. مثل که دو سال پیش اینا سالها با هم بودن این مثل که یک سال دو سال پیش از این گروه در میاد میره با یک گروهی به نام فریکس شروع میکنه کار کردن اوکی. ایشون دیروز یک مسلسل برمی داره میره توی خونه دو تا برادر برادرا هم فامیل و حضور ذهن ندارم ولی اسم برادرا میکش آرش <applause> یکیش سروش دو برادری که تو این گروه بودن اونایی که تو این کار هستن یا از طریق اینترنت میتونن درارن آرش و سروش رو متاسفانه در جا میکشه و بعد یه آقای دیگه از همون گروه به نام علی اسکندریان یعنی این آقای علی اکبر محمدی رفیعی سه نفر از هموطنان رو میکشه که دوتاش برادر بودن یکیش غیره و متاسفانه این یک خبر بسیار ناد کنه و بعد میره روی پشت بام اونجا خودش به خودش شلیک میکنه و خودشو میکشه که شد چهار نفر که دیشبم هم آره و میگن گویا دعوا سر پول بود آقای آزادی خب معمولا دیگه مثلا آره. یه باندیو می سازن آره. باندیو میسازن بعد با هم کنار نمیان اه... بعد اون بدل ما میندازن یکی رو بیرون طرف میمیره بعد این هم مثال مثلا دستش به اینجا بند نیست بله متاسفانه آن... متاسفانه که جایی واقعا تاسفه همچین بچهای با استعدادی با اینجوری تلف بشن و دیشب حسابی توی نیویورک به قلم پلیس درگیری مسئله بوده و خیابونا رو بستن او عکس ماشینای پلیس آره. دو, دو تا, تا خانم یه خانم آقای آمریکایی هم که بودن توریست بودن تو نیویورک اونها هم از ترسشون مسکه فرار کردن ولی خب خوشبختانه به اونها اصابتی نه چون که توی خیابون شروع کرده به اتاقها به طرف زدن یکیشونو اونجوری کشته و بعد رفته بالا دونه دونه رو با مسلسل اونم من یه عکسی به... هم دارم که من همزمان این اکس هم نشون میدم آره جای تاسفه جای تأصفه. ولی یک خبر میگم متاسفم ولی اینا اکثر خبرها همش ناخوشاینده ولی کاری کاریشم نمیشه کرداره مخصوصا اینا که از... از میهن ما میاد به گزارش ایسنا محمد حمیدرضا تشیعی در حاشیه بین المللی حاشیه بین المللی آب و برق تاکید کرد مثل که یه جلسه داشتن یه جلسه بین المللی بله. ایشون تاکید کرد که امسال شهرهای تهران همدان مشهد اصفهان شیراز عراق یزد قم زاهدان و ایلام شهرهایی هستن که با تنش بی آبی و کم آبی رو شد آقا شما بگو همه ملت دیگه و همه مملکت بعد حالا اونایی که هستن ردان هستن رو نگفته گفته اینا قرار بشه بعد اضافه گفت... میشه آره. اون یکی گفته که اکنون در چهار شهر و روستا، در استانهای سیستان <تصفح> و بلوچستان، کرمان و گیلان، آب نو... نوب... نوبت بندی شده، یعنی ردان آخی. شده، اما در شهرهای بزرگ فعلا انجام نشده ولی در حال انجامه، ولی به طور و کل ما در ایران 516 پانس... پانس... شهر بحران زده آبی داریم، اصلا منظورم که فکر میکنم با روستاها بوده چون ما اینقدر که شهر نداریم که ولی پرسش من باز بر میگرده با آقای خامنه ای که میگه بچه بیارید آقا همینا رو سیر تشنن آب بینا آره بده سرباز اینا آب آدم آب آره پر حالا این که هیچی جریان آردم میگه که کاهش سهمیه آرد از سال گذشته و افزایش قیمت آرد آرد آزاد در طی ماه گذشته موجب شده تا مردم شهر سراوان در استان سیستان و هرچی بلا سری بدبخت سیستان بلوچستانو، زاهدان و بندرعباس و خوزستان میارن اینا رو موش آزمایشگاهی میکنن بعد گفته که در استان سیستان و بلوچستان با تشکیل صفهای طولانی و خارج از حوصله در مقابل نانبایی نتیجه این تصمیم را با تمام وجود درک کنند در حال حاضر تهیه بیش از ده عدد نان در شهر سراوان بایستی با اجازه باشه یعنی بری فرمانداری یک اجازه کتبی بگیری بیاری نشون رو نانوایی بدی تا نانوایی مثلا 20 تا نون به شما بده ده تا فقط میتونی بیستی اونم تو صف بعد نوشته که صفش هم سه ساعت طول میکشه یعنی شما با سه ساعت در اون گرما و بعد اون شرایط آب هوا بیستی تشنه هم هستی آبم نداری تو خونه بعد تازه بیستی تو صف که نون بعد حالا ایشون میگه ما 150 محرم نون کدومه بله متاسفانه بله. ولی این واقعا جای تاسف داره و در رابطه با همون آلودگی چون میگن تهران مثل که تعطیل شده یه سری مدارس و چیزاش بله. مردم خوزستان مثلا اهواز اعتراض کردن گفتن پس چرا ما همه بلا کشیدیم هیچکس مدرسه رو تعطیل نکرد بدبختا مجبور بودن سر کار از خونه دران ولی این چه تبعیضی که میذارین که خب این معلومه از مردم تهران میترسن ولی از بقیه ایران رو آدم حساب نمیکنن وگرنه آلودگی آلودگی مردم اون شهر به اون حال و روز افتادن ولی دقیق از اینکه یه کسی اصلا براش ککش بگزه آقای علم الهدا اون امام جامعه مشهد که من نمیدونم واقعا گفته که لولیدن دختران و پسران در کنسرت ها اصلا مجاز نیست گویا قرار بود یک کنسرتی در مشهد بشه اصلا همین خواننده در درون وطنی من. که جوانای مشهد برن حالا آدم ها حالا فرق نمی هر سنی. ایشون برگشته گفته که چون خودش که ال کنسرت البته خودشون دارن خصوصی دارن اینا اینا احتیاجی ندارن لولیدن گردارن. در زیر اوای آره اینا لولیدن دارن تو پستوها حسابی هم دارن همه ماها هم میدونیم هیچ کس هم نمیتونه مدعی بشه که این حرف صحت نداره چون همتون هم میدونید بعد گفته لولیدن دختران و پسران در کنسرت ها اصلا مجاز نیست مخصوصا در مشهد مقدس حالا ما با چجوری بدهکاریمونی بدیم آقا یه بابایی اونجا مقدس هم بوده مرده خب بقیه چه کار کنن یه آقای دیگه به نام محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون مجلس ببین وقتی که آقای آزادی شروع کرده دریوری گفتن بعد مزرد میخوام کلمه مرتیکه رو به کار برده و چند تا که بعد حتی توی سایت هم نقطه گذاشتن یعنی حرفای دریوری که گفته نذاشت داره بعد گفته که بگو یا م... 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 این چند نفر رو عزل میکنن یا با مزرد میخوام اردنگی از وزارت خونه بیرونش میکنیم این آقا توی مجلس ایستاده گویا با این آقایونی که آقای روحانی گذاشته حالا ما... ما... ما, وزیر سر وزیر ورزشه آره حالا ما یه سوالی ما اصلا ورزش نخواهیم چیکار باید بکنیم اصلا, اصلاً ما... اینا با ورزش مخالفن ما... من نم... من واقعا ببین آقای آزاد اینا فقط دنبال پود مثلا ما ورزشمون در زمین ورزش چه کردیم در زمین آموزش چه کردیم در مز... در, وز... در زمینی صنعت نفتمون که نون روزمونه نایان. اوت روزانمون چه کردیم آخه ایچ اینا فقط یه سری اتیکت بدن به خودشون بله فقط به خاطر که فوتبال و ورزش آره. پول اینا توشه پولای هم که از کشورهای خارجی میاد دیگه بعد پس حالا دیگه صحبت اینه که چرا این آقا اینجوری تو مجلس حرف زده آقا وقتی که رهبری ملت که ادعای روحانیت میکنه برمیگرده میگه سران دولت اسرائیل حرامزاده هستن که همه ما میدونیم حرامزاده کلمه خیلی قلیزه بله بله خب خب معلومه وقتی اون میگه یک م... عضو مجلس که دیگه خص... این که دیگه اصلا هیچ چی فوشای ناموسی هم بده دیگه هیچ اشکالی نداره اه... پلیس اندونزی متاسفانه کشور اندونزی که میدونی می در استرالیاست با... میگی میگه که یک گزارش دادن از هر ده ایرانی که وارد اندونزی میشه پنج تاش مایله که بره یعنی پنج تا که مایلی برن و همه اونا هم مایلن برن ولی پنج تاش مطلقا مطلقا مایل به برگشت نیستن یعنی حاضرن در آبهای بین اندونزی و استرالیا کشته بشن دوچار موج بشن ولی حاضر نیستن برگردن ولی اون پنج تا دیگه با شک و تردید برمیگردن و گفته که اکثر اینا هم منتظر هستن که از طریق اندونزی وارد استرالیا بشن که متاسفانه همه هم استرالیا جدیدا چه گذاشته آره و جای تاسفه اینا در کشور ما اما حالا در دنیا حالا ببینیم یه چیزایی رو براتون انتخاب کردم مثلا شرکت ایرباس یه شرکت هواپیماییه که هواپیماهای خیلی مجهز میسازه و خیلی هم مطرحه اینا اومدن حساب کردن دیدن اگر به این خبر رو من از طریق امریکایی خوندم ولی فهم کنم همون اینچ اینچ باشه میگن که اگه یک اینچ سندلیای های رو ما پهن‌تر کنیم اومدن طی این گزارش متوجه شدن پنجاه درصد خواب مسافرها بهتر میشه <applause> یعنی اگر اون صندلی از اون حالت یه ذره پهنتر بشه احساس طرف راحت تری میکنه بهتر میخوابه و این سفر براش خوشایندتره اینا کجای دنیا ما کجای دنیا این صندلی ها الان توی این هواپیما آدم میشینه والا من فکرم فقط این چیزا رو میتونه عروسک آدم میتونه تو بشینه آره دیگه شما دیدین الان... مثلا وقتی میگن اگه هواپیما میخواد تو آب سقوط بکنه و اینا بب... بعد کلتون رو بیاریم پایین رو سر زانو تو شما اصلا کلتون رو بیاریم پایین میخوره به صندلی جلویی از سر زانو نمیتونیم آره اینا که اصلا خیلی مثلا مثلا های کوچیک بین کشوری حالا اون هایی که من خودم, حالا اون بزرگش میگم من اطلاع زیاد حقیقتا من چیز دارم من از فوبی دارم آره هواپیما یعنی نه که از بلندی من جای تنگ میترسم برای همین سعی میکنم با ماشین اتومبیل یعنی سفر کنم بله. ولی واقعا این درسته بعد اومدن نگاه کردن گفتن که مثلا اندازه پهنای صندلی اتوبوس 19 اینچه مال صندلی های استادیوم 22 اینچه یعنی اینا یه چیز دارن دیگه استاندار دارن توی دنیا اینجوری نیستش که همی جوری بذارن چون از این طرف ولی هواپیما همیشه کمتر بوده مت الان شرکت ایرباس اولین شرکتی که اومده سا کرده سرمایه گذاری کرده که این صندلیاری مقدار پهنتر کنه به خاطر اینکه چه... آره بتونه خواب مسافرای راه دور بهتر بشه و دیدن و تحقیقاتی که کردن متوجه شدن که این تحقیقات بی هم نبوده و خیلی هم تاثیر گذاشته من میترسم یواش یواش بلیط های سرپایی هم بفروشن بعید نیست, که نیست. نیست. <laughs> فعلا که شما که میبینید رایان ایر الان اصلا اولش با اونجوری ده کرون پنجا کرون صد کرون شروع شد الان یه بخچه میبری یه پول باید بدی یه کیف میبری یه پول باید بدی توالت یه, یه پونده ولی اصل... ره... ما رو گفتن ما نمیگیم ولی آره توالت یه پون خوراکی چش... که به هیچ عنوان نمیدن اگرم بدن پولیه متنم. آره. بعد, بعد <تصفح> کیف دست تو من یه سفر رفتم آخه اون هر خانم یه دونه کیف نه اونو باید بذاری تو اون کیفه که با خودت میبری تو اگر نب... این کار نکنی دو تا پول باید بدی خلاصه فعلا که اینا خوب راه درآمد در آوردنشون خیلی خوبه ژاپنی هم یه عینکی درست کردن که این عینک شاید برای خیلی ها از کسایی که دوست دارن مایل هستن برن ژاپن ولی رغبتی نشون نمیدن چرا چون زبان ژاپنی زبان بسیار سختیه و خیلی توریست خسته هستن از سردرگمی و از اینکه مثلا نتونن از تو اون کشور تابلوها رو بخونن الان ژاپنیا اومدن یه کاری کردن ام. گفتن که ما یه عینک درست میکنیم که این طرفی که توریست میاد عینک میذاره به چهار زبان این عینک مسلطه یعنی شما یا انگلیسی یا فرانسی یا آلمانی یا اون یکیش نمیدونم چه زبانی میتونید تنظیم کنید وقتی که این عینک گذاشتن رو چشتون تابلو که به ژاپنی نوشته بخونیم مثلا نوشته فرزن رستوران این. چون چون, 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 چون آره. بسن بسن. ترجمهش مثل مثلا مثل رستوران بجبنش. یا مثلا چه کلوب یا هر چیزی و این خیلی جالب بوده به خاطر همین میگن که امکان اینی که توریست بیشتر از پیش یعنی بیش از پیش وارد ژاپن بشه خیلی خوشبین هستن که من فکر میکنم دلیلم نیست اه... یک همه میدونیم که ما تو هاوپی ما اجازه نداریم اه... چیز روشن کنیم موبایلمون رو روشن باشه <تصفح> یا تلفن دستیمون <تصفح> به خاطر اون سیستمای امنیتی و چه میدونم سیستمای برقی و کنترل هر هرچی که من درش وارد نیستم اما سازمان FAA که سازمانی در امریکا نظارت داره بر این کار بله سازمان هوایی آره من نمیدونستم فقط همین چون خونده بودم ما آره تو سوئد چیز دارم EAA داریم اونجا FF آره این سازمان اومده یک جدیدن به خاطر که شما تو سفرهای طولانی حوصلتون سر نره بتونین با موبایلتون کاری بکنید که شاید طرف اصلا اهل مطالعه نیست شاید طرف اهل صحبت کردن با پهلو دستیش نیست برای همین اومدن یک سیستمی رو در هواپیماها مستقر کردن که این این سیستم باعث میشه که شما نمیتونید تلفن از تلفنتون برای تلفن زدن استفاده کنید اما میتونید از طریق این تلفن‌های ها توی خیلی از سایت‌ها برین یا اپا برید و بر... کتاب بخونید چه می‌دونم چیزی رو دارین نوشته رو دارین کلندرتون رو چه می‌دونم هر چیزیتون رو که دوست دارین چک کنید و این خودش میگن یک قدم خیلی بزرگ هستش در این راه که احساس تنهایی و سختی نکنین تو راه چون مخصوصا هواپیمه چیز پروازی طولانی مدت که اینم باز خبره بسیار خوبیه من فکر میکنم خیلی ازش از این خبر خوشحال میشن مخصوصا اونایی که خیلی خیلی وابسته هستن به موبایلشون. باور کن آقای آزادی من بعضی وقتا تو این تونل بانک میشینم میگم اصلا یکی دیگه به یکی نگاه نمیکنه همه سرا توی این موبایل ها و همین ماجرا من شما تعریف نگه طرف اسلحه داشت آره توی توی چیز توی میامه یه بابایی اسلحه تو دستش میاد که طرف رو بکش میگه این اسلحه رو گرفته بوده به قول ویفتا میکرده این اسلحه همش دقیقه دست. آره اصلا یک نفر نگاه نکرده که یه زنگ بزن به پچا هر کی سرش تو موبایلش بوده حالا قبلا ها مثلا الان من تکی توکم میبینم بعضی وقت طرف کتاب بخونه ولی واقعا همش شده موبایل حالا یا موزیک یا برنامه‌شون هر چی ولی من فکر می‌کنم این توی هواپیما خب محدودیت بود طرف بوسرش سر میرفت الان با این خبر خوشحال میشن خیلی ها. سنگاپور دو تا کشور رو گزارش دادن که در دنیا برای سرمایه گذاری خیلی خوبه یکیش سنگاپوره این خوبه یعنی دو تا کشور یه خوبی بعد کشوری که خوبه برای سرمایه گذاری و گفتن که اونایی که سرمایه گذاری کردن 16 درصد خیلیه نه. روی پولشون پول اومده و در, کجا؟ در, سنگاپور. در, سنگاپور آره کشوری که اگر میگه مایل هستید که بیزنس داشته باشین یا سرمایه گذاری کنید کشور سنگاپور بسیار خوبه و بسیار از قوانینش و از پیشرفتش تعریف کردن اما کشوری که بده و خیلی زیاد پولتون رو پولتون نیومده و بازدهی آنچنانی نداشته در هندوستان بمبایی بوده یا بمبایی با قول خودشون بمبعی. که این کشور این شهر یا کشور به عنوان بازدهی پولی بسیار بسیار پایین بوده و هر کس پول اونجا گذاشته زیاد خوشحال و راضی نبوده خانم راستید مبارکه میخوان حق طلاق از زنها در ایران بگیرن جدی تبر تو تبریک میگم تو گفتن که طبق آیات 49 سوره احزاب و 231 سوره بقره زن نباید حق طلاق داشته باشه به خاطر که 40 درصد از وقتی که این حق طلاق اینو زن میگن میگن که شل دادن پیدا کردن 40 درصد طلاق زیادتر شده و گفتن آقا زن امروز چیز گفته عبد عزیزی گفت رئیس باقید. کمیسیون اجتماعی مجلس گفته و این لایه هر وقت بفرستیم حق زن رو طلاق بعد از زن به طور کل باید بگیریم طبق این آیات قرآن وگرنه کار خلاف داریم بله خب البته من خیلی قافل گیر نمیشم آقای آزادی چون میگه از هر, هر, هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه, این واقعا اینه دیگه. اینه دیگه ولی خب اونا که بچه رو که به مادر نمیدادن ارسم که نصفه ام. حق و حقوقش هم که خب خب حالا مثلا همینا هم میگیرن دیگه دیگه دفعه خیالش رو راحت کردن گذاشتنش گوشه خونه و جای تاسفه سه چهار تا کنار خونه آره دیگه یعنی ببینی آقای آزادی من بحث من صحبت من با خیلی از آشناها و دوستام هم همینه ببینید شما مثل که مثلا از شما تا اسم مارمیا به چی فکر میکنید نیشش و یه جونور خیلی اکلی به جونووری. زهرش نیشش همه. و سمش یعنی اینی که یک شما باید سیستی بدونین قانون دین حالا هیچ رگی گردنم کلف نکنین همه دینا قانون دین یه قانون خشکه یک قانون غیر انسانی به طرف مردم بودید. و بیرو بسید اینه نبایستی شما فکر میکنی که چی مثلا تا گفتین یه حکومت من از خیلی واقعا عصبانی میشم میگن چرا آخوندا شما دیروز حرف قشنگی زدید اینا وظیفهشون از خودشون دفاع کنن وظیفهشونه که از برای خودشون برای خوش... خودشون یه سری نیروها بذارن خب این غیر از این باشه خیلی غیر طبیعیه خب هر کسی باید حریم خودش اینها اومدن باباجان جان 1400 سال آرزو داشتن الان اومدن خب معلومه به راحتی ول نمیدن که و بعدم این که اگه این کار رو نکنن عجیبه بعدم من هیچ انتظار از آخون شما فکر کنید یه آخون مثلا میخواد بیاد به من برگرد بگی شما حقت با همسرت یکی هرگز من اگر این از اون بخوام خب معلومه دارم بی خودی حرف میزنم آخوند یعنی همین اتفاقا حالا چه جالب بود ما خوشبختانه میگم من و شما هیچ موقع با هم برنامه‌ریزی نمیکنیم که چی بگیم ولی <تصفح> یه شعری من دارم این کوتاه از خیام میگه شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پا بست یعنی با این اونی زنه برمیگرده میگه گفتا شیخا هر آنکه گویی هستم آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ آفر نه. یعنی اون خانم روسبی ش... گفت همونی من هستم. هست. همینم ده. ولی آیا تو اون چیزی که میگی هستی حالا خ... جالب اینجا چند تا حضبه. مطلب هم دوباره باز دارم در این رابطه ولی سنگ نشینی اون آره سرم یک سالگی برناممون سر سنگ اون پشت میز ولی متاسفانه اینه و کارش هم نمیشه کرد و جای تاسفه تا زمانی که ما بیدار نشیم و نخواهیم ازممون جزم کنیم و دنبال حقمون باشیم اونام به ما نمیدن از قدیم من همیشه مادرم یه ضرب المثل می‌زد میگفت بچه تا گری نکنه مادر مزرد بخوام این کلمه خیلی آمیانه میگم ولی این یه ضرب المثل در مثلا مناقشه نیست میگفت بچه تا گری نکنه مادر پستون به دانش نمیذاره یه ضرب المثل که توی فرهنگ قدیمی ما خوابیده دیگه از اون با... بالاتر که نیست که راستی اون بچه ها رو دیدین که توی استان فارس خودشو دار زد من خوندم ولی با... ندیدم چون واقعا من... من اینو برای با... سفرم گذاشتم <تصفان> خیلی باشه یه بچه‌ی 12 ساله پسر 12 ساله پا شدن رفتن داشتن بازی میکردن چون چند روز پیش مثل که اونجا که اعدام کرده بودن آها آره, آره، بعد آره، آره. اینا دیده بودن رفتن تناب انداختن کردنش آره. گردنش خودش آویزون کرده فکر مثلا خب بازی دیگه یه دونه یه کیس همینجوری هم آقای آزادی من دو،, دو, سه هفته پیش خوندم که البته چون واقعا به حدی منو ناراحت میکنه. مثال که واقعا بازگو نکردم اما دو تا دو تا پسر بچه با یه پسر بچه توی روستاشون جر و میشه اون دو تا پسر بچه میان پسر بچه سومی رو میبرن آویزش می یعنی به دار میکشنش بعد میگن چرا این کاری کردی پسرا میان خیلی هم راحت میگن آره ما فلان ب... اینا همه بزرگسالا میدونن و میونن تو می توی خرابه یه درختی بوده این تناب آویزون کردن این بچه رو آویزون کردن بچه هم مرد یه پسر 8 ساله بوده 6 ساله مزرد بخوام اون دو تا 8 ساله و 9 ساله بودن این کوچکی 6 ساله بوده بعد پدر خب روس ال ریختن گفتن خب شما چرا این کاری کردی گفتش که مگه گویا اینا یک ماه پیش توی روستاشون دو نفر رو به خاطری که بد بودن اعدام کرد گفتن این همین اتفاق تو آره. همینجا گفتن براید. که آقا بد این پسر بد بوده حرفای بد میزن ما خواستیم ادبش کنیم خیلی راحت بعدم چی یه اون یکیش برگشت و گفته که آره اگه خوبه خب میره تو بهشت اگرم بعد خب تو ماج مجازاتش کردیم درست ببین طرز فکری که توی کشور ما الان جاریه مثلا طرف اعدام میکنن میرن اجزناله میکنن بعد از چهار سال پنج سال میفهمن طرف اصلا بیگناه بوده یا تشابه اسمی بوده به خانوادهش میگن اشکال نداره رفته تو بهشت طرز <است> فکر رو باشون خب معلومه یه همچین چیزی روی شما فکر میکنه آقای آزادی من این داستانایی که میارم از آخوندا میگم از این حرفایی که مزرد میخوام چرت و پرتایی که میگم میگم برای چیه برای که ما متاسفانه تا فرهنگ سازی نشه تا این خرافات همه دستشون رو نشه خیلی هم شاید میگن ما میدونیم ولی نه نمیدونید نمیدونید به جایی که گیرتون افتاد فوری دوباره میدونید صدقه میدین به جایی که گیرتون افتاد دوباره دست به دامن همه آجاقا میشید به خدا قسم دیروز عزیز زنگ زدن های خوندن من اینقدر متاثر شدم که گفتن که با اینکه قشر عظیمی از گروه ما به آقای حسن همین روحانی حسن کلید بله. بهش رأی دادیم و اینا الان اعدامو در ایران اینجوری شده اینجوری گفت هم دوست عزیز برای اینکه قوه قضاییه ایران دست آقای روحانی نیستشه قوه قضاییه ایران دست آقای خامنه‌ای بله. داستان بله شما میخوای مثلا از یه نفر دیگه توقع دارین کار یکی دیگر رو انجام بده خب نمیتونه. من متاسفم چقدر که اینا فکر میکنن نه مکلاش و نه غیرش یعنی کت و شلواریش و بله. اینا امکان نداره بتونن اون مملکت رو نجات بدن تا زمانی که اون سیستم اون سیستمه حالا شما هی دلتون خوش کنین هی بدوین تو خیابون نمیدون. اصلاح آره حالا جالب اینجاست یه نکته دیگه آورده بودم اینجا الان این به حرفای ما چقدر مناسبت داره آقای آزادی <تصفح> یه نکته ادبیه از خانم پروین اعتصامی که درود بر روانش میگه مسلمانی به چیست واعظی از فرزند خیش واعظی پرسید یه واعظ یعنی همین آقایون که میرن پای منبر از پسر از فرزند خیش پرسید هیچ میدانی مسلمانی به چیست قبل از اینکه فرزند پاسخ بده واعظ گفت مسلمانی حالا خواست مثلا این تقلب برسونه که مغز بچه رو آماده مم. کنه مسلمانی یعنی صدق یعنی بی آزاری یعنی خدمت به خلق عبادت و اینا خلاصه یه مش از این حرفا فرزند برگشت نگاه میکنه به پدر و میگه زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست یعنی ای این ای ای که, که داری توضیح میدی می یه نفر است آن هم یک ارمنی است این خانم پروین اعتصامی نوشته <applause> بسیار <مابل> جالب <ترجست. تصفيق> بسیار و اون هم ارمنی آره عبید زاکانی رو من آقای آزادی بارها به شما هم گفتم من خیلی این مرد و دوست میدارم به خاطر شجاعتش شهامتش و بی پرده بودنش عبید زاکانی نکته خیلی قشنگ گفته گفته آخوندی را گفتن خرقه خیش را بفروش یعنی همون لباس شعاره آخوند گفت اگر سیاد دام خیش را فروشد به چه چیز شکار کند؟ این دیگه ببینیم ما اینا داشتیم ولی باز گول خوردیم باز چهار سال پیش گول خوردیم باز با چهار بخ... ما پیش گوش خو... گول خوردیم چهار سال دیگه هم گول میخوریم چل سال دیگه هم گول میخوریم وقتی بعد وقت بخ... میاد میگه بابا وقتی که میگن خودتون رفتین رای دادین اومدین رخصیدین پای کوبی هم کردین بعد میان اینجا تقاضای پناهندگی میکنین خب بهتون نمیدن راست میگه بله تا... آقای آزاده اینا دقیقا میدونن در ماه چند تا پرواز از اینجا میره دقیقا میدونن چ... کجا دقیقاً میرن دقیقا میدونن چند تا ایرانی ایران, ایران میره میاد خب اینا میان پیش خودشون فکر میکنن طرفی که اگر ایران اینقدر بده ای که شما صف ایران ایرو توی فرودگاه ها میری میبینید سه ساعت باید بیستین تمام پرواز ها پر میشه میره ایران هنوز آره حالا به جز بقیه یا خیلی از آژانس های خارجی هم استفاده خب معلومه اینا دیگه به ما اعتمادی ندارن و بایستی هم بهشون این حق و داد به خودمون وجدانم هم باید بهشون حق داد یا نه به هر جهت از ماست که بر ماست نه. یادتون باشه متاسفانه متاسفانه حالا تملق و چاپلوسی بیداد میکنه در کشور ما همه هم میدونید مال کار امروز و دیروز هم نیستا حالا یک داستانی را یک موضوعی رو دارم یه نقل از که در زمان شاه عباس صفوی اتفاق افتاده اینو گوش میکنیم و بعد میریم یک ترانه کوتاه رو میشنویم و برمیگردیم خدمتتون میگه نقل است که شاه عباس صفوی رجال کشور رو به زیافت شاهانه دعوت میکنه اون آقایون و نخست وزیرا و وزرا و خلاصه اینا که تو کشور کاری بودن همه رو دعوت میکنه و دستور میده که سر قلیون یک به کلک میزنه یه بابایی رو که اونجا دست به کار به قول معروف مسئول این تشریفات بوده میخواد میگه امشب سر قلیون به جای توتون پهن بذار پهن اسب بذار آه. خلاصه اون آقا میاد و گوش میکنه دیگه شعباس بوده من میشه گوش نکنیم مهمانان همه اومدن و شروع کردن سلام و پرسی و چاکر و قربان پادشاه رفتن و نشستن دود و بوی پن همه جا را گرفته بود اما اون آقایون رجل کشور ما ات... که اطراف شاه بودن این بو رو احساس میکردند ولی از بیم این که شاه ناراحت بشه چیزی نمیگفتند. نمیگفتن و شروع به پک زدن های عمیق به این قلیونا میکردن و به به و چه چه میکردن شاه رو به آقایان کرد و گفت این, تب... این, تنباکو را حاکم حمدان برای من فرستاده و بسیار خوش عطر و تعم است همه اونو تایید کردن و میگفتن به راستی چه تنباکویه که این تنباکو پیدا نمیشه و به راستی عجب این حاکم همدان برای شما هدیه فرستاده رئیس نگهبانان رو به شاه کرد و گفت به سر اعلی حضرت قسم که پنجاه سال از قلیان میکشم اما تا کنون چنین تنباکویی با این تعم و عطر نکشیدم شاه با تحقیر بسیار به آنها نگاه کرد به همه اون آقایون و گفت مرد شورتون ببره که به خاطر حفظ پست و مقام حاضرین به جای تنباکو پهن اسب بکشید و به به و چچک کنید ای داده بله, بله. اینم از تملق که متاسفانه بین ماست بریم سراغ خونه اش بله, بله. ای داد این جو عوض شد ببخشید یه دفعه خونه عشق نداره اگر نیست که یه مطلب میخونه نه, نه 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 هستش با آره اصلاً میتونه تکنولوژی در خدمت ماست بله بریم بشنویم بله خانم هلنا عزیز <applause> که آهنگایی از هلنه عزیز <applause> برای ما انتخاب میکنی که ما پخش بکنیم من خب... صدای این خانم خیلی دوست میدارم واقعا باورتون میشه این وقتی که اومد سوئد من وقتی رفتم باش مصاحبه تلویزیونی بکنم دیدمش نشناختمش چرا؟ اصلاً نشناختم اولا حالا من نمیدونم ایشون وقتی که آدم نگاه میکنه من تو فیلم ها و ویدیو آدم احساس میکنه یه خانم قد بلنده خیلی مم. ترکیه ای در صورتی که ایشون قد کوتاه و اصلا هم ای نیستن مم. و بعد اه، اه، چیز بود خیلی اصلا میگم صورت اصلا نشناختم ایشون بعد که ای یهودی <applause> یکی این خانم رو من خیلی جا خودم یک خانم روشن البته ایشون صورت بسیار زیبایی دارن و من بگم ولی قیافهشون شبیه ویدیوهاشون نیست خانم سوزان روشن رو من نتونستم بشناسم اصلا اون چیزی که شما توی این ویدیوها اینا میبینید با اون چیزی که وجود چیز عجیب غریبی است خب طبیعتا اینجوری شما اگه دقت کنین من مثلا چند تا عکس از خانم اپرا وینفری رو نگاه می‌کردم که بله. توی... اصلا اون چیزی که توی استودیو میاد میشینه و تو اون عکسایی که توی مثلا خیابون یا توی فروشگاه ازش بله. گرفتن و تو خونه صبح که اصلا دقیقاً اینا خب به خاطر نو لباس پوشیدن آرایششون و بعد بله. با کامپیوتر اینا رو جور میکنن ولی بعضیا خب متاسفانه خب اونجوری اونجوری ان بعد صدا هم ندارن ولی حداقلش خانم هلن واقعا صدا بله. صدای داره و خونده و اصلا مادرشون هم میدونی که توی این کار اپرا بسیار زن صدایی و اگر شاید متولد ایران نبود یکی از خانمایی میشد که میتونست در عرصه اپرا خیلی به کشور تون کشور خودش حداقل به جایی برسه و بعد هم می دونی که آقای فرخزاد شادروان فرخزاد هلنو خواننده کرد جدی؟ بله. نه نمیدونستم شادروان اون موقع زمان شاه نه بعد نه از زمانی که فرخزاد توی آلمان زندگی میکرد هلن اونجا بود هلن میخونه توی مجلسی گویا آقای فرخزاد صداشون میشنه و بعد اونجا آقای فرخزاد بیشون اصرار عجیبی میکنه که شما حیف این صدا و خلاصه با اون سماجت و اون به اصطلاح تنز خودش و اون روی آره. که داشت اینو میکشونه توی این کار و واقعا روح شاد چه کار خوبی کرد چون اون ش... فهمیده بود که خانم هلن یه چیزی داره بالاخره عرضه کنه اوکی. آره خلاصه حالا میریم سراغ میگه که تا حالا توجه کردین میگن میگی هیچ قنادی قند نمیفروشه رسیو. تا حالا دقت کردین که هیچ عطاری عطر نمیفروشه <applause> و یا اینکه هیچ قهوه خونه ای قهوه نداره پس چرا این اسما رو, رو ما گذاشتیم رسیو. تعجب چرا تو قنادی و من یادم یه کله قندایی بود می‌ذاشتم ولی تو عروسی و بعضی وقت راست می‌گی بود ولی خب, نه نیست آره آره, آره را. ولی اس... آره چه اسمای روش خیلی جا مثلا تو شکر پنیر نه اصلا پنیر پیدا نمیشه نه <تصفح> <تصفح> آره بعد میگی که یه م... پسر بوده خیلی تنبل بوده صبح از خواب دیر پا شده هر کاری می‌کرده پدرش مثلا اون رو مجبورش کنه که پاشه بره سر کلاس درس و فلان اینا بیدار نمی‌شده هر کارش می‌کرد پدر از این داستانا که صبح پشت و سرخیز باش کامروا میشه از یه حرف خلاصه برای, برای پسر میگه پسر هم اصلا به خوردش نمیره بعد پسر یه روز با تعجب رو به پدر میکنه بعد از همه این های پدر میگه که ببین توی دنیا ما اصر حجر داریم اصر اطلاعات داریم اصر ارتباطات داریم اصر فناوری داریم اصر دیجیتال داریم همه اینا ثابت میکنه که پیشرفت بشر در عصر بوده <تصفيق> 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 و <تصفيق> هیچ هم نبوده هر هم گفته صبح کام بیدار شد هم صبح سرخیز باش کام رو باشی دروغ بوده آفرین همش تو عصر بوده آره <applause> همش ببین بابا همش باید. اینه حالا شما اگه جای همچین پدری باشین فرزندتون <تصفيق> 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 دقیقا بعد این دانش آموز دیگه میگه من حاضرم آمونیا که خالص تنفس کنم ولی بوی اول مهر به مشامم نرسه آره دوستان دیگه. توجه دارن که در اینجا عصر به معنای زمانه هست. آره ولی خب این دیگه, دیگه آره... بعد آموزی نکنیم. آره نه دیگه از به قول معروف بحر مزاست میگه مردی برای اعتراف نزد کشیش میره. منم. پدر مقدس شروع میکنه میگه پدر مقدس منو ببخش. در زمان جنگ جهانی دوم من به یه یهودی پناه دادم. پدر مقدسم میگه پسرم هیچ اشکالی نداره تو گناهی نکردی. بعد میگه که ولی پدر من ازش خواستم که هفته 20 دلار به من بده و تازه توی انباری هم جاش دادم خب. بعد پدر مقدس میگه خب البته این کار زیاد خوب نبود اما اشکالی نداره تو جونش نجات دادی هیچ اشکالی نداره به خاطر این بخشیده میشی خب میدونین در دین در کاتولیکا یه اتاق دارن به نام اتاق اعتراف که میرن اونجا اعتراف میکنن من. حالا این من. پسر رفته تو اون اتاق اعتراف اونا هم یه سری از همین مله های خودمونن که میشینن اونجا حالا میخوان ببخشن طرفا خلاصه میگه که نه اشکالی نداره حالا تو تو جنگ بوده و یهودی بوده و تو انبارم هم گذشی 20 دلارم گرفتی اشکال نداره خدا تو رو میبخشه چون تو جونش نجات دادی بعد به طرف خیلی خوشحال میگه میگه خیلی عالیه پدر خیلی ممنونم خیلی سپاسگزارم خیالم راحت شد ولی یه سوال کوچیکی دیگه دارم پدر روحانی میگه بفرما پسرم میگه به نظر شما برم بهش بگم که جنگ تموم شده هنوز تو میگه یه 20 دولاره 20 رو, رو, رو میگیره آره بیچاره اون بیچاره <applause> یه میگه برم آره بگم بهش آره میگه حالا آره به نظر شما آره خب یک شعر میخوام برای شما بخونم از اماد خراسانی باره. که این آقا ای دادی بیداد آقای آزادی دوباره دستش رو دو بالا بله. آره حالا ببینیم تا کجا میرسیم هدف از این شعر اینه که شماهایی که ایمان دارین به خدا خدا یکیه تمام دینار راهای های به قول خودشون راههایی هست که به اونجا منتهی میشه و اینم بدونین هر کس خواست از طریق دین سر شما رو کلا بذاره دروغ به شما گفته اماد خراسانی از طریق این شعر میگه میگه پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست حرم و دیر یکی صبح و پیمانه یکیست ما. این همه جنگ و جدل حاصل کوتاه نظری است گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکی است هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید چون نکومینه گرم حاصل افسانه یکی است این همه قصه ز سودای گرفتاران است ورنه از روز ازل دام یکی دانه یکی است گرز من پرسی از آن لطف که من میدانم آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست بله. هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادن بهر این یک دو نفس عاقل و فرزانه یکی است عشق آتش بود و خانه خرابی دارد پیش آتش دل شم و پر پروانه یکی است بله شوید. خب حالا بعضی اوقات دیدین که مثلا طرف دوستش فامیلش کسی فوت میکنه و بعد خیلی سخته که به این شخص بگی اطرافیانش میشینن جلسه میگیرن کنفرانس میگیرن چی جوری بگیم ناراحت نشه وانره دق نکنه چه من سکته نکنه از <تصفح> آره. یه حرفا میگم برو بگو گربتون رفته بالا آره اتفاقا یه جوکش بود موقع تو خوزستان یکی از دوستام خیلی با لهجه قشنگ میگفت میگفت طرف به دوستش گفت برو به دوستت بگو که باباش فوت کرده ولی یادت باش یواش یواش بهش بگیا بعد طرف در میزنه دوستش دروا میکنه میگه که حالا با لجه حالا من اون لجه رو نمیگم چون من اعتقادی ندارم به اینا ولی میگه ببین فلانی میگه چه میگه پدرت یواش یواش مرد چون بهش گفته بگو یواش یواش این فکر کرده که باید اینجوری بگه خلاصه حالا در مورد یه خانمه میگه زن جوانی در راهروی بیمارستان ایستاده بود و نگران و مسترب منتظر آمدن دکتر بود چند لحظه بعد در اتاق باز میشه و دکتر جرا با لباس سبزرنگ از اون خارج میشه okay. زن نفسش رو در سینه حبس میکنه دکتر به سمت اون میره و زن با چهره آشفته به اون نگاه میکنه دکتر میگه واقعا متاسفم ما تمام تلاش خودمون کردیم تا همسرتون نجات بدیم اما متاسفانه به علت شدت ضربه نخا که قطع شده همسرتون برای همیشه فلج شده و ما ناچار شدیم که هر دو پای رو قطع کنیم و تازه چشم چپش هم را مجبور شدیم تخلیه کنیم چون شما باید تا آخر عمر از او پرستاری کنید. و با لوله به اون غذا بدین و باید در تمام عمر او را به حمام ببری و زیرش را تمیز کنی و باهاش صحبت کنی و انتظار پاسخ هم ازش نداشته باشی چون هنجرهش هم آسیب دیده و قادر به صحبت کردن نیست خانم با شنیدن این سخنان از طرف پزشک به تدریج شل و شلتر شد و سرش گیج رفت و چشمانش به سیاهی رفت و با دیدن این حرکات دکتر رفت جلو و لبخندی زد و دستش رو روی شانی خانم گذاشت و گفت شوخی کردم شوهرتون همون دفعه و همون لحظه اول مرد حالا حالا اول مرد دیگه آره حالا نتیجه این چیه ببینین بعضی اوقات سخته برای بعضی که برن خبر مرگی یکی رو به یکی بگن میدونم سخته واقعا برای خیلی سخته مثلا یه عزیز باشه یا جوان باشه یا شرایط ویژه داشته باشه ولی به اون طرف قضیه فکر کنید که اون شخص واقعا این بله ها سرش بیاد و نمیره و بعد بمونه باید. و بعد ما به خاطر خودمون و خودخواهی خودمون یا عشق خودمون علاقه خودمون هرچی بخوایم طرف بمونه ولی اونجوری زرج بکشه پس این داستان یا این خاطره به این علته که ما گاهی اوقات باید از خودمون بگذریم و اجازه بدیم که طرف زجر نکشه موقع. خب آقای آزادی رو با صدای رضا شیری بشنویم و کلام گرم شما رو خواهش برد. میکنم بله بخشی. یک لحظه اه بله شما هر چقدر میخوایم وقت داشته باشید بنده که هم خیلی گرم <applause> و نرم <applause> شما اینکه <applause> در مقابل رکلاماتون از پاس پاسخ خوب باشید نه آره. بریم بله میگه که بدبختی خیلی دردناکه ولی تظاهر به خوشبختی دردناکتر از اونه میگه آیا مایلید برای صلح جهان کاری کنید؟ مطمئنا همه میگیم بله میگه به خونه برو و به خانوادت عشق ببرس بعضی وقتا کسی رو نداشته باشی بهتره چون در بعضی اوقات همون کسایی که کاری سرت میکنن که بیشتر احساس تنهایی کنی عشق و فداکاری رو از کفشات یاد بگیر که همیشه هر دو با هم آخه یه مترسک خریدم عطر تو رو بهش زدم لباس تو رو تنش کردم و اونو در اتاق نشوندم درست عین تو ولی فرقش میدونی چیه که اون روزی هزار بار به من نمیگه که میخواد بره صداقت چیز با ارزشیه اون رو از آدمای بی ارزش انتظار نداشته باشید جوان با آرزواش زندگی میکنه و پیر با خاطراتش وای وای به حال پیری که در دوران پیری خاطراتش آرزواش باشن پس تا وقتی دیر نشده استفاده کنید غمگین بودم که چرا کفش ندارم اما در خیابان مردی رو دیدم که پا نداشت آخه. آن که حقیقت را نمیداند نادان است آنکه حقیقت را میداند ولی انکار میکند تبهکار است یادتون باشه سپاسگزارم آقای آزادی شما. از شما و از همه شنوندگان و بینندگان عزیز که همراه این برنامه هستید بسیار حتی. از شما سپاسگزارم بخاطر برنامه این هفته امیدوارم که هفته بسیار خوبی داشته باشین تا هفته آینده که در کنار شما بشه. پیروز بشه. بشه. اگه حس می کنی تنهایی هنوز با بخون تا نموردم از غمه دوری خودت رو برسون بگو از این همه دوری دل من میگیره بگو زندگی من با عشق تو زنجیره بگو بی حضور تو It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.